سلام سلام، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان، برهان امکان و وجوب، برهانی ساده و روان بر اثبات وجود خداست، برهانی هزار ساله که منسوب به ابن سینا، دانشمند و فیلسوف بزرگ ایرانی است. خلاصه این برهان اینه که همه چیزهایی که وجود دارند یا ممکن الوجودند و یا واجب الوجود. اما ممکن الوجود به چیزی میگن که وجودش ضرورت نداره، بودنش واجب نیست و وجودش نیازمند وجود دیگری است. و واجب الوجود به چیزی میگن که خودش ضروری است، بودنش واجبه و وجودش بی نیاز از دیگری است، خود به خود موجوده. این برهان میگه همه چیز در این جهان، بلکه کل این جهان ممکن الوجود است. اینها همه مقدمه بوده. خود برهان اینه که این ممکن الوجودها محتاج وجود دیگری هستند، که اون وجود دیگه خودش یا ممکن الوجوده و یا واجب الوجوده. اگر همه ممکن الوجود باشند که تسلسل پیش میاد و تسلسل محاله، پس باید یک واجب الوجودی هم وجود داشته باشه دیگه و تمام. مثال میزنن که یک چیزی که چربه، یا خودش چربه و یا از تماس با یک چیز چرب دیگه چرب شده، با باد هوا که چرب نشده. پس چیزی که خود به خود چرب باشه باید وجود داشته باشه. اینجوری خدا اثبات میشه. خب در این برهان اشکال که فراون وجود داره، یعنی ابتدایی ترین منطقه ها هم درش رایت نشده. اولا این برهان اثبات خدا نیست، برهان وجود یک چیز خود به خودی هست. یک ذره، یک انرژی، یک چیزی که خود به خود باشه برای این برهان کافیه. خدا تعریف دیگه ای داره، صفاتی داره. خدا موجودی عاقل و بالغ و باشعور و باهوش و با اخلاق. اصلا خدا یک انسان وارسته است. از این برهان خدا در نمیاد، موجودی طراح و هوشمند در نمیاد، تنها در حد یک ذره بیشعور در میاد، اون هم با هزار تا اشکال اساسی. در مقدمه تعریف ممکن الوجود و واجب الوجود کاملا غلطه. در یک کلاس مدرسه مثلا شما میتونید بگید قد بلندترین بچه کلاس رو الف مینامیم، و یا میتونید بگید که مثلا زرنگترین بچه کلاس رو الف مینامیم. هیچ ایرادی نداره، اما حق ندارید در تعریف الف هر دو شرط رو بگذارید. بگید الف هم زرنگ ترین و هم قد بلند ترین بچه کلاس هست، مگر اینکه پیش از اون ثابت کنید که قد بلند ترین بچه قطعا زرنگ ترین بچه هم هست، وگرنه ممکنه الف اصلا وجود نداشته باشه. زرنگ ترین بچه وجود داره، قد بلند ترین هم وجود داره، اما اگه هر دو شرط در تعریف الف باشه ممکنه الف اصلا وجود نداشته باشه. در تعریف ممکن الوجود دقت کنید، وجودش ضرورت ندارد، یعنی به عبارت دیگه میتونه باشه و میتونه نباشه، بودنش واجب و ضروری نیست. این یک تعریف هست، قبول. ولی در ادامه میگه وجودش محتاج وجود دیگری است. این یه تعریف دیگه است. باید پیش از این تعریف ثابت کنند که هر چیزی که ضروری نیست حتما محتاج وجود دیگری است. و این رو هم میدونید که با مثال آوردن نمیشه چیزی رو ثابت کرد. بدون چنین اثباتی این برهان از حد اقل منطق هم برخوردار نیست. بگذاریم از این که آزمایش های دانشمندان نشون داده که ذرات مادهی که وجودشون اصلا ضروری نیست در کسری از ثانیه به وجود میاد و از بین میرن، بدون نیاز به هیچ موجود دیگهی. بگذاریم. پس کلن تعریف ممکن الوجود ایراد داره و به همین شکل تعریف واجب الوجود هم ایراد داره. چیزی که خود به خود وجود داره لزوماً وجودش ضروری نیست، و بالعکس چیزی که وجودش ضروری باشه لزوماً خود به خود نیست. اگر میگید هست باید ثابت کنید. اما در مورد واجب الوجود اصولاً چطور میشه که چیزی وجودش واجب بشه؟
بگذارید مقدمه این برهان رو باز کنیم. مجموعه چیزهایی رو که وجودشون نیازمند وجود دیگری هست رو میتونیم نیاز الوجود بنامیم. و طبیعتا مجموعه چیزهایی که بی نیاز از وجود چیز دیگری هستند رو بی نیاز الوجود مینامیم. حالا دوتا تعریف دیگه هم داریم، چیزهایی که بودنشون ضروری است و چیزهایی که بودنشون غیر ضروری است. اینها دیگه مجموعه مشخصی نیستند، یعنی برای وجود یک سری چیزها وجود یک سری چیزهای دیگه ضروریه. مثلا برای چای شیرین وجود قند یا شکر ضروریه، اما اگه چای شیرین نبود چی؟ خب دیگه بودن قند و شکر واجب نیست دیگه. میتونید بگید برای مجموعه بزرگ نیاز الوجودها برخی بی نیاز الوجودها ضروری است، واجبه، باید باشه، قبول. اما بودن این مجموعه بزرگ نیازمند خودش که ضروری نیست. یعنی میتونست این مجموعه اصلا نباشه دیگه، اون وقت هیچ کدوم از اون بی نیازها هم ضروری نبودند، درسته؟ نمیتونید بگید چیزی ذاتاً ضروریه. نه، چرا ضروری باشه؟ برای این دنیای بزرگ وجود خدا ضروریه؟ باشه، باشه. اما میتونست این دنیا نباشه و خدا هم نباشه دیگه. وجود خدا ذاتاً ضروری نیست. یعنی مجموعه همه دنیا و خدا کل الاجمعین وجودشون ضروری نیست، میتونست نباشن، هیچی نباشه، هیچ مشکلی هم پیش نمی اومد. چرا به جای آن که خدا و مخلوقات خدا نباشند، خدا و مخلوقاتش هستند؟ جوابش فقط یک کلمه است، شانسی. یعنی ای خدا پرستا، شانس آوردید که خدا بود و شما رو خلق کرد. اگه میخواید شکر کنید، برید شانستون رو شکر کنید. دو تا نکته دیگه و بعد خلاص. این که برخی بحث ازلی و ابدی رو مطرح میکنند و شلوغش میکنند، چند تا قانون و نظری و دانشمند میارند وسط و میگن ثابت شده این دنیا آغازی داشته، پایانی داره. اینها رو هممون میدونیم. اصل مطلب اینه که بدون هیچ دلیلی ادعا می کنند که هر چیزی که ازلی و ابدی نباشه نیازمند وجود دیگری هست. خیر، کی گفته؟ و میگن هر چیزی که ازلی و ابدی بود بی نیازه و وجودش ضروریه. باز هم خیر، چه اشکالی داره که یک چیز غیر ضروری ازلی و ابدی باشه؟ اینها اثبات میخواد، نه شلوغ کاری. مسئله دیگه خود وجود هست. اصلا به چی میگیم وجود؟ مثلا آیا عقل وجود داره؟ یا وجدان وجود داره؟ اینها وجود خارجی ندارند. به کسی گرفتار منطقی داشته باشه میگن عقله، عقل داره. عقل یک وجود نیست. خشم، نظم، تعصب و خیلی حرفای دیگه وجود ندارند، رفتاری از ماده هستند. وجود به چیزی میگن که مادی باشه، اثر مادی داشته باشه. وجود یک پدیده فیزیکیه، تعریف فیزیکی داره، چیزی که هیچ اثری ازش نیست. خب وجود نداره دیگه. همینجوری میگن خدا وجود داره، میگن زنده هم هست، حیون لا یموت، نمی میره. هم مردن و زنده بودن هم تعریف زیست شناسی داره، تغذیه، حرکت، تولید مثل. آخه همینجوری الکی میگن خدا زنده است، الهی شکر. یا میگن خدا یکیست. شمارش هم معنای فیزیکی داره، برای ماده به کار میره، چیزی که محدود به مکان نیست. نمیتونید بگید این یکی، این دوتا، این ستا. این باور به خدا همه چیزش ایراد داره. در همین برهان امکان و وجوب عده‌ای اومدن گفتن که کی به کیه؟ این یکی رو هم اضافه میکنیم که واجب الوجود هم یکیه. در حالی که اصلا از این برهان یکی بودن واجب الوجود در نمیاد. و نکته آخر اینه که
چند تا ماده ای که هیچ کدوم چرب نیستند میتونن با هم دیگه ترکیب بشن و چیز چربی رو به وجود بیارن. نیازی به وجود یک چیز چرب خود به خودی از ابتدا نیست. برخی مثال ها واقعا آبکی هستند. مثال های آبکی در کنار استدلال های کشکی نیاز به ساییدن نداره. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.